پروین پرپوخ پوسید پلاسی، پروین پرپوخ پلاسید پوسی. مصاحبه با دکتر حمید شفیع زاده، جنگ یا مماشات با چیچی؟ دکتر حمید شفیع زاده است این؟ من فکرم شفیعیه، برفیش که به شفیعی درخت و کونه قیافه زنه که کونی عکس اون توسی باز انداخته روش قیافه انتر من گوهتر از پروین زمانی، اشکالتر من پروین زمانی ندیدم، یه انیه واسه خودش، ان ماده. دکتر حمید شفیع زاده دوست من یه بار ملاقات کردم، عجیب کلمانیه برای خودش، سطل انی هستم برای خودش. من موندم چجوری بود این دکتره چی داره پرپوخ پروین، این دکتره چی دارین کنی ریدین تو لیبل دکتر که شما کنده به درها، دکتره روانشناسی مثلا داره، جامعه شناسی، نوسیاسی، فلسفه منطق، یا شعورش ببین چه، فقط ببین چی داری میگه. خب اومدن دیدن ریدن دیگه، مثلا حمله شنو به چیز دیدین، حمله شنو به حمله یک تروریست به سفارت آذربایجان دیدین، اومدن ریدن. حالا اومدن مثلا نشستن دارن انتقاد میکنن از دولت خاتمی که آقا مثلا ماماش ریده مون شده بهشون. خب بعد کاشف در اومده که از این حمله که از اسرائیل کردن، اسرائیل در حقیقت نبود، زلنسکی بود به عهده گرفته. خب حالا این کنده اومده میگم که چی دارن لو میدن، یعنی حرفشون لو میده، داستان که اصلا کار خودشون بوده، این حمله رفتن این نفر را کشتن، سفارت آذربایجان الهام دماغ کار خودشون بوده. چرا میان که از دارن تعریف میکنن که صهیونیست ها توی آذربایجان رفتمانشون زیاد شده، از آذربایجان میذارن کنه اینا رو لاشه میکنن. خوشکل شعور این دوست دلانگیزمون، این خوشکل نازنین گوز اصفهانی دکتر حمید شفیع زاده، دکتر ریدم تو مغزت مملکت دست خودشونه دیگه، میرن میخ مثل امانی نجات میخرن، یه مهرم میزنن روش. همه چی دکتر چی داری مثلا تو انشناسی و چی صحبت میکنه تو؟ اصلا آبروی حیثیت ایران رو بردن، نباید اینجور برخورد میکردن، اصلا نباید اسمشو میوردن، برو که برو بنده خدا، اصلا نگاه بهشون کردن آب چشت درد خود دید. جدا از این اصلا به ما چه ربطی داره این اتفاق داخله؟ این شعور ببینین سفارت چون لج افتادن با آذربایجان، درباره سفارت آذربایجان داره میگه به ما چه ربطی داره داخل سفارت، سفارت هم مخاک اون کشور بیش بریم. ان تو مغز این اسلام از سوار، این شعور اندازه یه دونه اولاغ نداره این مردک. محوطه سفارت افتاده، محوطه سفارت هر کشوری به عهده خود اون کشور رفت. کنده پدر مادر قبه دیوس خر نفهم، ریدم تو مدل آرایش مود کیری، اتفاق تو داخل سفارت افتاده، فیلمش هست که بیرون گیرین گیریدین چیزی رفت تو کنده پدر سپایی بود دیگه، که چیزی ماشین پاک کرد زد ماشین جلوی در باز میکنید این ها کن جان من تصمیم آ کنده پدر بیناموس، من اون سربازه در نیومد اون کیوس بیو سرباز من تو پلیس دیپلماتیک بشه درد میخوره خاکسته، از بیرون اومده رفته تو سفارت. فرض کن اصلا تو فکر میکنه مثلا دیپلماتیک اینو گفتن که سفارت هر کشور خاک اون کشور توی کشور دیگه است. خب این کنده میگه به ما چه مربوط، شعور دکتر چی هستی تو مادر قبه، این همه این ویدیو میذاش گفتگوی پروین زمانی با دکتر حمید شفیع زاده. من فکر کنم شفیع، من شفیع کیرم تو اون قیافت، من میدیدم عکس اینو گفتم قیافش خیلی یخه مثل شیر برنج میمونه کار کسته، نه با چیز با نمکی باشه. یه ویدیو قبلا ازش گذاشتم ریچ کس شری گفت که چقدر جیگر اینا رو آتیش زدیم، کلی ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی کشتیم توی چیز، ما کشتیم. بعد فهمیدم که او چه آنتیکیه، چه بار با پاپاییه. به ما نداره، اگر فیلم ساز سفیره رفتی به شما نداره نکنی بیرون اومده مهاجم آذربایجان بیرون از سفارتخانش ترور میکردن، یا یکی از کارمنداش بیرون از ساختمان سفارت ترور میکردن، ما مسئول بودیم، ولی داخل ساختمان سفارت خونه به عهده ما نیست که، به ما چه که اونجا چه اتفاق میفته. شفیع یه کده کنی در دو سه تا مامور مادر قبر بیرون اومده درست حساب بزنیم گیت ها دونه درست کنیم، این به ما چه ربطی داره داخل بزرگ این کونده پدرها این آشغالا دارن بر ما حکومت میکنه. یه دزن هموطنه محسن اینا رو میشتم میگن اینا شالاتان ها،
اینا چیزن، اینا ریاکارن، اینقدر احمقن. بابا اینا معتقدن به این کسی شعره. این میشور الان ببین چیکار داره میکنه. چپ افتاده با آذربایجان به خاطر چی؟ رفت آمد این دست دلبازه اونجا زیاد شده. همین این کونده پدرها و مورد رهبر کونی توسی بازشون، این چیزشون رسالتشون اینه که بزنن قدس پس بگیرن دیگه. گیگریا قدس پخان پس بگیرن، تا قدس پس نگیرن این کونشون بلبل میکنن، آروم نمیگیرن هارکستا. خب قدس میخوان پس بگیرن دیگه، اسرائیل هم بزنن از روی کره زمین محو کنن. خامنه‌ای کونده خار گفته بود، یعنی برای خود اون بابا میشه هلو بپره تو گلو. شعورشون به این حد نمیرسه دوستان، به خدا نمیرسه. ما فکر میکنیم مثلا این یه سیستم حکومتی هستن که حکومت اسم میذاریم روشون، این رسانه ها میشینیم خوراک بهمون میدن، توتالیتر هستن اینا، تمامیت خواه هستن رهبر. بابا اینا یه مش اولاغن، یه مش هیلیش شعور حرف زدن این دکترشونه. سفارتخونه که این اتفاق نیفتاده، داخل سفارتخونه بوده و یک اقدام غیر مترقبه بوده. چون بیرون اومده مترقبه بوده، سیل و زلزله است مگه ما در چونده بیچی بیشوره. یعنی این سیکل هم نداره مادر قبه بیش میان دکتر، مثلا عملی نجات چونده خار هیچ کس نفهمید دکتره چیه، بیش میان دکتر عملی نجات چونده خار. یه حرفایی ولی چوهایی نداره این دکتر. دانشگاه هم داره تحصیل تدریس میکنه خارکسته، اون دانشگاه چیه؟ عملی نجات کنی اونجا تدریس میکنه. اما اینجوری که هست فیلمش با مدودف رفته کجا سازمان ملل، مدودف بهش میگه هلو، این خارکوسه میگه بهش میگه سلام، مدودف رئیس جمهور وقت روسیه میگه سلام، این خارکوسه اما اینجوری برمیگره میگه سال نو مبارک، هپی نیو ایر. دکتری کونیا دکتری چی عملی نجات مثلا که ده تا واحد زبان پاس نک مادرت من سرویس کونیا نفا. این همین همینجوریه میبینی، این الان داره اینجا میاد با این میتونه این جند ششوه دیگه. خب میشینه با این خودشو بول کنه که مثلا یه گوزی بشه. از اینا زیادن، عباسی هست، حسن اون از قدی خارکسته کجاگلوش صحبت میکنه هست، حضرت علی فرمودن که حضرت علی فرمودن که اون خارکسته هست. یکی هم نشده، همینطور خامنه‌ای نگرشون داشته که ور بزنم مثل رای پیپور. اینا بعد اینا ور راجعی نظامه، این الان اومده که خودشو سر با این مغزش مثلا یک مترقب است نه سین اومد کنی برای ما برای ایران غیر مترقبه بوده، ولی برای اون حتما امکانش هست. چه انی شدی کنی، چقدر زشت شدی پرمین. آدم میره دستشویی نگاه میکنه اونو لاماستا میخواد تو قبل از که آب بریزی به تو نمیشه نگاه کرد اصلا، ولی این نگاه نمیکنه. امکانش هست که شفیزه در نمیکنه، یه عده اینا تحریک کردن، چون بعدش میبینیم که ملاقات یه سری از مسئولای میگه احتمالش هست که یه عده اینا تحریک کرده باشن، یه دست خود گیگری هاشون رو گرفتن اونجا. کنید سپاهی بود دیگه، از حرکت از ماشین پیاده شدنش نشون میداد گیگریه، پارک کردن زدن به ماشین جو از کونده خار. اینقدر تابلو تو داری میری تو سفارت هم ترور کنی، بیای بیرون قرار نیست مثلا بیای بی سر صدا انجام میری، بیای سواشی بری میکوبی و ماشین جلوی در باز میذاری میری اون سربازه هم که نیا کنی نیا فیلو نیا کنی سربازه که فکر میکنه مثلا همه هنگ شده خر. یکی که توییت کرده بود، یه هم توییت یه روه که جمهوری اسلامی مثلا چی فرض کردی دو اینجا رو بیشور بیشور هم دیگه نفهمن دوستان، این اولاغ رژیم صهیونیستی و یه سری اتفاقات و اینها بعید نیست که برنامه ریزی شده شد. ولی ما اصلا حالا هرچی، من حرفم اینه که بابا چرا این از زلیلانه برخورد کردین در مقابل داستان؟ شما باید طلبکار این باشین که آقا طلبکار باشین. طلب شدی طلبکار شدی. من فکر کنم این یک جریان برنامه ریزی شده است. دوم خروس به این روشنی زده بیرون تو همین شرایط دفعه یه چنین اتفاق میفته. من میخوام یه نکته دیگه ای رو اینجا عنوان کنم و اون اینه که الان خیلی صحبت میشه درباره اوکراینیزه کردن ایران، یعنی کاری بکنن که ایران چه ترم سیاسی پیاده کرد اوکراینیزه کردن ایران، میخوان ایران اوکراینیزه کنن کیا کنده خواهد هان ایران اوکراینیزه کنن کی به اوکراین باید هم شیورش وارد جنگ با این آذربایجان بشه یا حالا در واقع واکنش نشون بده به تمام این
دخالت هایی که اینا میکنن. من ریدن ببینین چی داری میگن اینا. من ریدن یه ریدمانی کردن از اون موندن یه بیچه ها کنیم باید جنگ اون در سفارت جمع کنیم میره از ایران. اینا هم موندن که مولانا خان سوزه بر اومد محسن رضایی کونی سگه که هم قلاب کمرمند شانس کارکسته نمیتونه به منده منده تحتیل کرده که ما حمله نظامی میکنیم و کونه پاره میکشن قد داره دیگه. خب الان موندن چی بگن؟ حال بگی گیریاشون کس شری داری میده همون پخ زیادی خوردناشون و حق بکنش نشون بده به تمام این دخالت هایی که اینا میکنن به تمام همون پخ زیادی خوردناشون هر کاری که کردن گفتی. در این دو سال گذشته به ویژه کلاگشت نیفته کون در پدر بینام و میخوان در واقع ببرن به جایی که ایران یه حرکت آنچنانی بکنه چه بسا حمله بکنه بهشون حمله کنیم بگیرم آلتوسی باز حمله کنه آلتوسی باز کونش لایش هست که پسر دختر یه نفر تو آخه سیاسی نیستی بابا احنا بزرگ این هم این البته تو این اینجا تو این ویدیو این از این کونی شفیزادی بیشتر میفهمه با فرق این بیشتر میفهمه چرت و پرت میگم شفیزاده آن خالصه من میگم فینوموسی آدم بیشوره مثلا ما الان دیگری ایران پیاده بشه گریده. الان خیلی در این باره صحبت میشه و این یه چاه عمیقیه که اونا میخوان جای آمریکا برنامه ریزی کرده که ایران رو بندازه پاره توش همونطور که در واقع روسیه رو انداختن تو این جریان و اوکراین چقدر در و داغون شد اوکراین دیگه چیزی از اوکراین نمونده اوکراین در با داغون شد چیزی از اوکراین نمونده کو نشون بده ببینم میشه که در با داغون شد تانکای روسی هم لاشه شدن کون روس هست اوکراین قرار بود بگیرین که یه ماه صد روزه ریدین که مثل باطلاق شده پسر خوب شما ها زورتون بازوه خب اون روسیه خارکسته عبرابتون هم همینطور خارکسته بی ناموس همه جای دنیا هستایی مثل زن 20 تا میخوره گله خشابش روسای کنده خار کنده پدر بیناموس اسلحه میسازن 40 تا بخوره خشابش پیور ندارن که آقا این اسلحه سنگی میشه به گل میشینه سرباز دیدید که تجهیزاتشون رو میزنن گیگیری هم روسیه گیریه درست؟ روسیه مردمش نمیگم دانشمند زیاد داره آدم های ولی تحت در مدودف و اون مرتیک پوتین زاغولیه سرگیری هم خودشون بیشور رفته مثل خرد تو گل مونده دیگه این چی میگی؟ اوکراین نابود کردین؟ یا نت نتی که شما با ما میدین ریدم تو نتتون حالا یه اصطلاحی دکتر به کار برد دکتر شافی زده شافت لنگ دکتر حمید شافت لنگ زده یه اصطلاح سیاسی به کار برد من تا حالا نشیده بودم از اونجا میفهمید که اصلا اینا تو آفسایدن اصلا پرچم و کمک داور زده دو سه ساله این حالیشون نیست بیشورای نفهم بیا این نتی که مادر دیدین نت چجوری شده دوستان کنده خواهر چیا کردن نت این تحویل میدن نتش تقریبا آپلود دیگه نداره دانلود میره میشه اسمانه به تاق اون آمپرش آپلود یه دونه دوتر روسی هم خیلی هزینه کرده تا همکنون حالا روسیه فکر میکرد 14 روز کار تموم میشه ولی نه این یه چیزی ادامه دار هستش ادامه داره که خب حالا میخوام که دوچاره چنین جنگی بشیم یعنی واقعا راه حل چیه؟ یه میخوام بگم انتخاب بین بد و بدتره کلاگیسشون یا انتخاب بین بد و بدتره بابا این چیه اینقدر وی پی ان وام استرید ما وارد جنگ بشیم چه بسا بدتر است بخوایم همینطوری با اینا معاملات بکنیم بد است خب باید واقعا چیکار کرد خودمون رو بذاریم جای مسئولین جمهوری اسلامی بابا بیاین پایین مادر قبا شما این کاره نیستین که بینا حسین حرام زده بیاین پایین مادر چی بهتون میگیم علی تو سی باز بیا پایین خارکسته در کشور الان میفروشه بیناموس کثافت اموال دولتی میفروشه بخش خصوصی کنده خار بکنه مال خودشه یه مش بیشورن اینا من واسه این میگم دیگه یه در مش چیز کرده که آقا اینا مسئولا بفروشن کونی بی شرف فکر کنه خودشه مملکت کیرم تو این نتی که میبینین کیرم تو ذات پدرتون بیناموسه حرام زده انقدر کند کردن آپلودو اصلا آپلودی که میدن در حقیقت دوستان من گفتم یه ویدیو یه دقیقه‌ای بخوام بذارم یه چیزی حدود 45 دقیقه طول میکشه اون یه دقیقه ای بره بگیم آپلود تقریبا صفر کردن آپلود مسخره است آپلود برای اینکه فقط دانلود کار کنه وجود داره چونی های بی ناموس رو همه ویباشون رو همه این اتا سیم و
وایفای رو تمرکز بکنیم روی اقتصادمون، روی معیشت، روی تمرکز کنیم ببینیم آقا تمرکز کنیم تمام این کارآفرینی تولیدات اینا باید رونق بگیرن، وارد یه جنگی بشیم با آبا این جنگ 45 سال دارین کول نورا نمیدین بدبختی مون میشه، بدبختی رو بدبختی میشه. این میشه روش بیشتر حالا میبینید چی میگه شفیع زاده رو میبینید دوست شاپ رو دست ایران باز برای شمالی دادن آذربایجان دستش الله ماشاءالله که بازه که وقتی توی اوکراین شما کلی اروپایی رو زدین نفله کردین رو اروپا خربت شده بعد دستون بازه کونتونه که بازه شافتولنگ زده دکتر حمید شافتولنگ زده کیرم تون چشات تون قیافه کیرید خالکسته های ریشش هم اصلا درست کرده ما اهرام فشار داریم احتیاجی به اهرام فشار تو کونتونه اهرام فشار شفیع زاده الان مردم گرفتن اهرامو با تو میگی تو کونتونه یه خود تکون به خودت بده میفته اکونت بیرون گوشات کردی حالیت نیست دیگه شفیع زاده طلب کار شما کونده خاره کونده پدر ریشو بیم مثلا درست کرده کونی اولی کاری که باید اینه لابی قدرتمند ترکاره از ایران ریخ بیرون و دولت ریخ بیرون همشون هم میدونن چیان لابی راحتی میشه گفت دولت ها ببینی این سفیر ما توی آذربایجان آقای عباس سفیر ما تو آذربایجان آقای عباس چیکار میکنه؟ تو آذربایجان با الهام دماغ شوخی میکنه؟ آره؟ شفی زده؟ شافتولنگ زده؟ تو چرا انقدر کیری؟ ها؟ خدا بزنم تو زمین گرم بزنه شما یه گریه رو بیچاره مون کردین بدبختمون کردین ما چرا خرج کنیم پهباد بفرستیم شما کونه شما رو لاشه کنیم منظور رسولی کجایی؟ ما در قهوه کنده خار کنده پدر به خیال خودشون میخوان چکار کنن ایشون فقط 24 ساعت کسشری که خمینی گفته رو به عنوان این راه مثلا آه قدس از کربلاس یا تا قدس پس نگیریم و صحیح رژیم قدی سرطانی میخوان محو کنن چلس باور کنین این شعورشون اینقدر دوستان رهبرشون که سرکردشون باشه علی خامنه یه گاو به تمام مناس یک بیشعوره میخواین بفهمین که چرا بیشعوره برید به تابلوهایی که تو خیابون سفارش داده نصب کلی پولشون شده که اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیاد نخواهد دید بعد کنده خار نمیگه چه حسابی به این نتیجه رسیده موتی نصب کنیم دیگه 25 سال دیگر نمیبینیم بعد داستان محصول رسولی در میاد اولین کاری که باید با این لابی قدرتمند ترکاره از ایران ریخ بیرون و دولت ریخ بیرون همشون هم میدونن چیان کیان؟ براحتی میشه گفت چیه ببینی این سفیر ما توی آذربایجان آقای عباس ایشون فقط 24 ساعت کارش ماله کشیه از قبل دو سه سال پیش این ماله؟ ماله درسته کارای کشور آذربایجان خرپو و اینکه لابی کنه اینجا رسانه ها را نظر بر علیه لابی کنه آذربایجان اقدامات وحشتناک اونجا در مقابل شیعیان نفوذ صهیونیستا نفوذ صهیونیستا من حرفم از مسئولان دولتی امنیتی و نظامی سپاه به خصوص این هست سپاه 4 سال پیش وضعیت آذربایجان اینجوری نبود بغل گوش شما چه جوری اسرائیل تونست اینقدر نفوذ کنه شما کجا بودین چی کار میکردین چیکی حواسشون یه لحظه پرت شد دیگه دکتر شاپلنگ زده حواسشون یه لحظه پرت بغل گوششون با خشتک خامنه ای اومدن کنی ها حواسشون مگه گیری یاده میگی ادعایی میکنن 4 سال پیش این خبر نبود آذربایجان تو کور بودی نمیدیدی کونی نفه اینا مدرساتشون اینه که اسرائیل رو از روز صفحه روزگار مخار کسای نفه همه بیشتر واقعا مغزشون اینقدر انه ها خب شما مقصرین شما باید الان نبیان جوابگو باشین چیکار باید بکنم؟ شما کاری کردین که چشم نرواق یا تا بستین که یه لحظه میبینید یه الانه کشور آذربایجان به صورت 100% در اختیار اسرائیل چقدر باید تو خیابونای آذربایجان من فیلم هاشو دیدم پر از پرچم های اسرائیل پشتشون پرچم کیفاشون پشتشون پرچم اسرائیل چقدر احترام میذارن به اینا چقدر باید مثل شما داستان دارن اینا نه حدود
نیمی از نفت 40% نفت اسرائیل از آذربایجان. شما اون موقع کجا بودین که جلو این چیزا رو بگیرین؟ خب اونا که نبودن دولت روحانی بی ناموس اونا خیلی ضرر و زیان زدن. اینا نبودن، رئیسی نبوده. عکس شما رو زود کنه بشورتت از ماسک برماست. حالا با همه احوال بیم ما دو 1 میلیون تال شیعه داریم، اینا را میتونیم پروکسی ایجاد کنیم، میتونیم پروکسی ایجاد کنیم. دکتر شاپلنگ زده پروکسی ایجاد کنیم. آره بی پیم بی پیم که کار نمی کنه عزیز ما، تو پروکسی اونجا چیز کنی ایجاد کنی آن باش چالشی ها تو آذربایجان. حالا اونجا دین مطرح خونی نفهم آبی با که تو سرتون کنه که چی؟ هسته های حزب الله را تو اونجا فعال کنه، میتونی هسته های حزب الله تو خرای امنیتی میکنه، میتونی منافع اسرائیل غیر مسلم اصلا لازم نیست. آخه بگو کنه پدر، منافع اسرائیل رو چرا باید؟ آخه کونیه بیناموز کشور به گاد دین 40 ساله که همین گوه بخونی خواهد تو سر نفهمتون. خودتون نپرسید شافتو لنگ زدی یه بار خودت نپرسیدی چرا باید اسرائیل رو نابود کنی کنی؟ نه تو پرسیدی نه خامنه کسکش شعور نداری اینو بفهمی؟ آقا اون داستان خودش رو چی کنه؟ اون حلو و پرت و گلو اینه اون دنبال یه سیاست پیچیده یه همه ساده است. من خدای تکنولوژیه، خدای های تکه، خب؟ و این در انحصار خودش داره، برای که در از انحصار خودش در نیاد و خیلی چیزای دیگه تصدیاتش داره دنبال یه دشمن باید بگرده. خب میون نگاه میکنیم من باید ای والا خمینی چی میگه؟ آیت الله خمینی چی میگه؟ آیت الله خمینی میگن اسرائیل باید نابود بشه. ای داد ای هبار بدبخ شدیم، این که بدتر از هیتلره. ای جانم این یه هیتلر بدتر از هیتلر پیدا شد. این کونی از کجا اومد؟ از نجف اومده؟ بریم اونجا بگیم که بریم اونجا اینا رو پرورش بدیم، اینا خیلی خوبن گیگری های بیش عجب نفهم های بیشوری هستن این گیگری ها. خامنه اینی دوم خامنی که مرد، خامنی بیشور که مرد، بسر رسولی کجایی؟ خامنه‌ای بیشور که مرد جاش یه دونه کونی نشسته که این علی خامنه‌ای از اون بیشور تره، اون خیلی بالتره. خب این حلو به پرتوگلو هن برای اسرائیل که خب اینا اسرائیل باید نابود کنن دیگه، این کاری ندارن کونی ها بغیر از اینکه ما رو نابود کنن. آی داد ای هوار بدبخت کنیم ما رو میخوان نابود کنن دوباره. آقا یکی جلو اینا رو بگیره ما کسی نیاد سراغ ما. ما هر کسی نمیتونیم راه بدیم کشورمون که آقا مامورای مثلا ما جزو ام پی تی بشیم. آقا نمیبینی اینو گیگیری هم میخواد ما رو نابود کنن، خیلی خطرناکه. کونی تابلو زده 25 سال دیگه ما رو میخواد نابود کنه. اگه نابود چیکار کنه؟ ای داد ای هوار چقدر بدبخت شد. این داستانش این بوده کونی. یه بار نشستم بارها من باشون بحث کردم تو فیسبوک تویتر کونده بدر دفعه شعورشون بسیجی که چی؟ این در این حد خامنه ای رسته کار در این حد در اون حد شعورشون نرسیده که آقا این داستان چیه؟ چرا کشور دارم بگم چقدر هزینه کردن که مثلا اونجا یه نفر با چاقو بزنن کس مادر جنده برق مثلا یه دونه یه کوشه خیابون قطع کنم بگم برق کل زنی اصلا یه مصر کردن تکون خودمون دیگه چیزی رجز میکنن خال کسته واسه چی کنده پدر دیدین که آکی تو سرتون که شافی زده ریدم با مغزه در واقع سور مونه سرس و زنبورا باید این زده مسلم اصلا لازم نیست. دقت کردین چی گفت؟ دکتر شافتون در واقع فرمول خرس و زنبورا باید این زده اجرا کنید. فرمول خرس و زنبور شنیده بودیم دوستان؟ فرمول خرس و زنبور چی جی کار میکنه دکتر شافی زده؟ دلیش بزنیم که خودش مسلم اصلا لازم نیست. اون در واقع فرمول خرس و زنبورا باید اینجا اجرا کنیم. اینقدر اسرائیل اینجا نیش بزنیم که خودش ول کنه از اینجا بره. ایوه اسرائیل نیش بزن فرمول خرس زن فرمول خرس زنبور دستان شعور گیری ها رو ببین. این سیاست کند خار بیشعور به عمرش فکر نکرده که زنبور خرس رو نمیتونه نیش بزن. کونی
خس تمام بدنش موه، نه مار میتونه نیش بزنه. کی این فرمولو تبریک کرد؟ درخت و چونه چه بیشیورن چه نفهمن اینا. با اسرائیل بدن با فرمول نیش و زنبور و خرس رفتار میکنن اینجوری کونشون پاره است. الان خاک تو سرت کنن علی خامنه ای، علی تو سیبوز کونی ابیش بیشیورای نفهمی هم شفی زده کونی. فرمول این ما بحثم، ما فرمول سیاست شما و حوید شنیده بودیم. این را کدوم کونت در آوردی؟ نشستی فکر کنی خرس چرا میره عسل راحت میکنه کندوری میذاره دهنش، نمیتونه نیشی بزنه چیز پشمالو رو چونی نفهم. چرا زیر تاقی اون بالا میرن کندو میسازن؟ برای اینکه باز شاهین هم پشمه همش میاد میجی میذارن که نتونه ایوون باست بال بزنه. زنبورا وقتی زنبورا میذارن این همه چیز کارتون ندیده کنده خاره کنده پدر که اصل میخواه شوری هم یه بودی گوش کنی فرمولی چی دارم باسته خیلی نفهم هم کارای همیتی بکنیم که منافع اسرائیل غیر مسلم اصلا لازم نیست. خیلی خنده دار بوده بسن در واقع فرمول خرس و زنبورا و اسرائیل بعد اسرائیل اینجا نیش بزنیم که خودش ول کنه از اینجا بره. ما ببین ما مشکل اصلی ما اسرائیل، مشکل اصلیشون اسرائیل. خاک این چه بیشور خاک تو سرتون کنه، خاک تو نماز روزتون کنه که تو کونتون میکنه. نماز تو کونتون ارزش کیاد چون ستون دینتونه. چه بیشور بود به مختشون خطور نکرده. آقا این سیاست کار نمیکنه، ما چماق و حوید شنیده بودیم خرس و زنبور خرس و مار نمیتونه ایش بزنه. شفی زده چونی آخه اسپانیا انقدر پخمه ندارن، اسپانیا خیلی زرنگن باشور. ما کجا اسپانی یا اشی کنه نفع چی بیشوری دینه چی بود دکتر شاف تو لنگ زده خیلی طولانی شد ببخشید. خاک تو سرتون اینجوری وضعیتشون با اسرائیل. دقت کردین اینقدر یه تخته دو پخمه قشنگ یه تخته دو پخمه. شب و روزگارتون خوش.